ایالت ویرجینیا واقع در شرق ایالات متحده همجوار واشنگتن دی سی مرکز کشور یکی از سرسبزترین ایالت‌های آمریکا است با مناظر طبیعی واقعاً جالب و دیدنی، آبدات تاریخی، پارک‌های قشنگ، کوه‌ها و دره‌های سرسبز و ده‌ها محل تفریح و سرگرمی دیگر. تاریخ ویرجینیا از قرن 1500 پس از آن آغاز گردید که جهانگردان اسپانیایی به آنجا رسیدند. بعداً در اواخر قرن 16 ملکه الیزابت این ساحه را برای گرامی داشت از ملکه الیزابت اول بریتانیا ویرجینیا نامید. از آنجا که ویرجینیا اولین محل دائمی مسکن گزینان بریتانیایی بود، این ایالت به عنوان زادگاه یک ملت شناخته می شود. این ایالت همچنین به نام مادر رؤسای جمهور مشهور است. از جمله 5 رئیس جمهور اول ایالات متحده، 4 تن آن در ایالت ویرجینیا تولد شدند، به شمول جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکا. اما ویرجینیا با یک نام جالب دیگر نیز شناخته می شود و آن ویرجینیا برای عاشقان است. وقتی وارد ایالت ویرجینیا می شوید، لوحه های زیاده با نوشته های ویرجینیا برای عاشقان یا ویرجینیا شهر عاشقان به چشم می خورد. وجه تسمیه آن چیست؟ چرا ویرجینیا را برای عاشقان می گویند؟ و تا چه حد مردم از آن آگاهی دارند؟ یک شهر بسیار مقبول است. ما همه چیز داریم، کو داریم، سرسبزی داریم، مردم همه بسیار خوب هستند. واقعا من پاسخ درست را نمی دانم، اما یک شهر مقبول است. جیمی یکی دیگر از باشندگان ویرجینیا که مدت 2 سال است به این ایالت نقل مکان کرده میگوید: متوجه لایسنس پلیت ها شدم که نوشته شده ویرجینیا برای عاشقان. مطمئن نیستم چرا؟ شاید به خاطر که همگی در اینجا بسیار خوب هستند. شاید دلیل همین است. به خاطر که بسیار چیزهایی که میتوانی انجام بدهی، به کوه ها نزدیک است، به ساحل، به واشنگتن نزدیک است، مجموعه ساحل‌های شهری و روستایی هم دارد. اگر زندگی شهری را خوش دارید یا میخواهید به تاکستان بروید، هر جایی را که خوش دارید بروید در فاصله 2 تا 3 ساعتتان است. نمیدانم، شاید به خاطر که جایی مقبول است. این سوال را با عده‌ای از جوانان طرح کردیم. جاهای دیدنی دارد و میتواند برای سیاحین خوب باشد. واقعا مطمئن نیستم، شاید به خاطر برف مقبولش. مطمئن نیستم، شاید پرنده هایش. پرنده ها اینجا واقعا مقبول هستند. Beautiful birds، پرندگان قشنگ. در این شک نیست که ایالت ویرجینیا پرندگان زیبا دارد، از جمله Northern Cardinals، Red Billed Woodpeckers، Blue Jay، American Goldfish و پرندگان قشنگ دیگر. چرا ایالت ویرجینیا را به نام ویرجینیا برای عاشقان می نامند؟ در آخر دهه 1960 شورای سیاحت ویرجینیا در تلاش بود تا سیاحت را در ایالت ویرجینیا ترویج کند. آنها درک کردند که بسیاری از ویژگی ها در این ایالت وجود دارد که برای طایفه گسترده ای از مردم جالب خواهد بود، مثل کوه ها، سواحل، مکان های تاریخی، مراکز موسیقی، پارک ها، تفریحگاه ها، کمپینگ و غیره. بنابراین ویرجینیا برای عاشقان شعار بسیار متنوع است. بعضی ها فکر می کنند که اولین ازدواج علنی یک جفت سیاه پوست و سفید پوست در این ایالت صورت گرفته. این نظر چقدر درست است؟ بسیار غیر واقعی است. از اوایل قرن 17 روابط بین نژادی یا ازدواج بین سیاه پوست و سفید پوستان واقعا به شدت ممنوع گردید. اگر چنین چیز اتفاق می افتاد مجازات می شدند. با گذشت زمان ازدواج در واقع ممنوع بود. وقتی به قرن 18 و 19 و البته به دوره جیم کرو رسیدیم، این محدودیت شدیدتر شد. بنابراین اواخر دهه 1960 زمان آشفتگی بیشتری بود. من تصور نمی کنم کسی در آن زمان می خواست چنین کاری را کند، مگر به صورت خصوصی، زیرا این کار خطرناک بود. و بدین ترتیب بنابر اظهارات مارتا مکارتنی، صنعت سیاحت ایالت ویرجینیا بود که به دلیل زیبایی‌های طبیعی، آبدات تاریخی، دره‌ها، کوه‌ها و وادی‌های سرسبز و صدها محل دیدنی دیگر، ویرجینیا را به نام ویرجینیا برای عاشقان نامیدند. اما تو که می‌بینین برف است و فصل زمستان ایالت ویرجینیاست. فصل زمستانش هم مثل فصل‌های دیگه‌اش بسیار مقبول است و بله، مردمش هم بسیار مهربان است. باید بگم که من هم باشنده ویرجینیا هستم.
نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، ناحیه استرلینگ، ویرجینیا.